درود دوستان، با درس سوم چطوری به آلمانی بگم در خدمتتون هستم و این درس رو به این اختصاص دادیم که یه نفر رو کار داریم، به یک نفر کار داریم یا یک نفر با شما کار داره. حالا چطوری این رو عنوان کنیم؟ من مثلا وقتی با یه نفر کار دارم نمیتونم توی آلمانی بیام ترجمهش رو، فارسیش رو در واقع یک به یک ترجمه کنم، بگم ich habe mit dir zu tun، ich habe eine Machen mit dir، اینا همه غلطه. پس میام اینجوری عین یه آلمانی میگم که من میخوام باهات حرف بزنم. وقتی که اینجوری میگم در واقع انگار باهات کار دارم. مثالاش رو بشنویم. Ich will mit dir reden، یعنی میخوام باهات حرف بزنم. پس نشون میدم که میخوام با یک نفر کار دارم. Ich will mit Ihnen reden، من میخوام با شما حرف بزنم. یا will mit dir reden، will mit Ihnen reden. با صرفا خیلی ما کار نداریم، این رو به دست خودتون میسپارم، ولی مثال ها رو میگم. Sie wollen mit mir reden، یعنی اون شما میخواین با من حرف بزنید. Die Lehrerin möchte mit dir reden، خانم معلم میخواد باهات حرف بزنه. Herr Meier hat dich gesucht، er will mit dir reden، آقای مایر دنبالت میگشت، میخواد باها حرف بزنه. Wir müssen zusammen reden، ما باید با هم دیگه حرف بزنیم. Können wir mal reden، بچه های کلمه مال کمک میکنه که آدم مؤدبانه حرف بزنه. میتونین این رو اغلب بیشتر به کار ببرین. Können wir mal reden، یعنی میتونیم یک بار با هم دیگه صحبت کنیم، خیلی لحن مؤدبانه جمله هست. حالا ولی یه موقع میشنوین wir müssen reden، این رو توی روابط زن شوهری، دوست دختر دوست پسری زیاد میشنوید. آلمانی بهتون میگه wir müssen reden، یعنی یه جای کار میلنگه، ما باید سر یه موضوعی با هم دیگه صحبت کنیم. این جمله توی آلمانی اینجوری ادا میشه و گفته میشه. mit jemanden über etwas reden، چرا من اینو اینجوری نوشتم؟ چون من با کسی در مورد چیزی صحبت میکنم. توی فارسی اینجوریه و توی آلمانی هم خدا شد دقیقا همینجوره و میگیم با کسی über، در مورد چیزی صحبت کردم. مثالاش چی میشه؟ Ich will mit dir über den Streit reden، چون همیشه بعد از über اکوزاتیو میان، der Streit میشه den Streit. Ich möchte mit dir über den Streit reden. Ja, ich will mit dir über den Streit reden. من میخوام در مورد اون جر و بحثه، اون کلنجاره صحبت کنم. Hast du mich gesucht? Möchtest du mit mir reden? دنبال من میگشتی؟ میخوای با من صحبت کنی؟ من یه دور باید اینجوری تکستامو بیارم، تقلبامو. حالا یه موقع گفتیم که سر این که مثلا با یک نفر کار داریم میتونیم تلفنی هم با یک نفر کار داشته باشیم، درسته؟ پس میتونیم بگیم که können wir telefonieren، میتونیم با هم تلفنی صحبت کنیم. تلفن کردن telefonieren میشه تلفن کردن، تلفن صحبت کردن با تلفن. kann ich dich anrufen، میتونم بهت زنگ بزنم. Können wir uns sehen، میتونیم همدیگر رو ببینیم. Können wir uns treffen، میتونیم همدیگر رو ملاقات کنیم. Ich möchte dich sehen، میخوام ببینمت. Wann hast du Zeit، کی وقت داری؟ این هم یک نوع عنوان کردنه که با یک نفر کار داری. Ich habe eine Frage an dich، یه سوال ازت دارم. Eine Frage an jemanden haben. Ich frage eine Frage an dich. Er will dich am Mittwoch treffen und er will mit dir reden. تو رو میخواد روز چهارشنبه ملاقات کنه. Und er will mit dir reden. گفتیم با کسی در مورد چیزی حرف زدن. حالا اگه بخوایم جمله رو طولانی تر کنیم بگیم Er will mit dir über den Streit, über die Aufgabe reden.
اوبه نمیدونم هر چیزی حرف بزنه. در دویچه بوتشافت ایست ام تلفون. من همجور نشستم میگم که مثلا اون بوتشافت میشه سفارتخانه، میگم اون دویچه بوتشافته بهت زنگ زده میخواد باهات حرف بزنه. فقط میخواستم تو این جمله بهتون بگم که اگر یک شخص سوم غایبی هم باشه میتونه باهات کار داشته باشه. پس میگیم اون با تو کار داره. Der deutsche Botschaft will mit dir reden. یا اینکه پای تلفنه و میخواد باهات حرف بزنه. Der deutsche Botschaft ist am Telefon. Sie will mit dir reden. اون میخواد باهات حرف بزنه. یا یک جمله رو ساده تر کنیم. توی سر کار ممکن این جمله زیاد به گوشتون بخوره اگر جایی کار میکنید که دفتری هست. Sie ist am Telefon. یعنی پای تلفنه. Leitung 1 یعنی اون شماره یک، لایتونگ خط یک. حالا یه موقع بچه ها من این رو میگم به خاطر اینکه برای خودم پیش اومد، درد سر شد. یه نفر پای تلفن تازه اومده بودم آلمان بهم گفتش که ich bin am Apparat. گفتم چی میگه؟ ich bin am Apparat. من هم تو حرف زدم عصبانی شد گفت دارم بهت میگم ich bin am Apparat. یعنی چی؟ آپارات آلمانیای قدیمی به تلفن، دستگاه تلفن میگن آپارات. شما بدونید که اگر شنیدید یه جایی معنیش رو سریع بدونید. فراو موله ایست ام تلفن سر. این رو منشیا زیاد میگن. میگن که خانم موله پای تلفنه آقا. چطوری؟ این منشی ما خیلی این رو میگه. منم این جملات رو سر کار و از وقتا به ذهنم میرسه که به شما هم بگم. میگه که مثلا به رئیسمون میخواد بگه که خانم مولر پای تلفنه با شما کار داره. فرای مولر ایز ام تلفون سر. همین رو میگه، منظور میفهمیم که وقتی میگه سر یعنی به اون رئیسمون هست، هیچ کس غیر از رئیسمون رو نمیگه سر و منظور این است که با شما کار داره. پس یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم این شد که شما میتونیم بگیم وی موسن سوزام ریدن، ما با ریدن با یه نفر پای تلفن هست، با یه نفر رو میخواین ببینید، با یه نفر میخواین ایمیل برقرار کنید، ارتباطشون در واقع برقرار کنید، بگید که با یه نفر کار دارن. تا درس بعدی، خداحافظ.